سلام خدمت دوستای مهربونم، امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ هستین حالتون خوب باشه. خیلی در مورد منافذ باز پوست صحبت میشه، میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم. آیا واقعا راه حلی برای این مشکل وجود داره؟ آیا منافذ باز صورت بسته میشن؟ این درمان هایی که گفته میشه واقعا چقدر کمک کننده است؟ امروز میخوام در مورد اینها صحبت کنم و پیشنهادهایی رو هم حتما براتون خواهم داشت. دوستان گلم، قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم، اگر اولین بار هست ویدیوهای من رو میبینین، یادتون باشه که سابسکرایب کنین، لطفا ویدیو رو بین دوستاتون شیر کنین، یادتون نره. میرم روی موضوع اصلی امروزمون، یعنی منافذ صورت، منافذ باز صورت. و این منافذ باز از زمانی که شما به دنیا میایین روی صورت شما هستش و کارش چیه؟ اول اینو تکلیفش روشن کنیم. این منفذ در اصل فولیکول مو در داخلش قرار داره که از این منفذ خارج میشه و ترشح در اصل چربی برای صورت ما هست. این منافذ چه کاری انجام دادن؟ چه فایده ای دارن اصلا؟ چرا باید این منافذ باز باشن؟ وقتی که ترشح چربی انجام میشه، مثل یک لایه بر روی سطح صورت شما هست و کمک میکنه که پوست شما، آب پوست شما محافظت بشه و کمک میکنه که پوستی نرم و لطیف داشته باشی. نکته دوم این که باعث میشه پی اچ اسیدی پوست شما همیشه در این حالت بمونه. اینو قبلا تو ویدیوهای گذشته، سال گذشته گفته بودم، اگر که جزء کسانی هستین که از چربی زیاد روی صورتتون آزار براتون داره و امتحان کردین وقتی که در روز 4-5 بار صورتتون رو بشورین و این چربی های اضافه رو هی پاک کنین، شاید یک احساس خوبی داشته باشین که این چربی دیگه روی صورتتون نیست، ولی بعد از چند روز میبینین که جوش های ریز شروع میشه به دیده شدن وقتی که تو آینه خودتون نگاه میکنید. این چرا این اتفاق میفته؟ این چربی که از این منافذ باز پوست شما خارج میشه، محیط اسیدی ایجاد میکنه که نمیذاره باکتری های فرصت طلب که همیشه دوست دارن تو محیط قلیایی رشد کنن فعالیت کنن و در اصل فعالیت اونها رو از بین میبره. به خاطر همین هم هست که برای کسانی که صورت‌های چرب دارن و جوش صورت دارن، دکترها همیشه صابون‌ها یا شستشوهای صورتی با پی اچ 3 و 3.5 میدن که در اصل با اینکه صورت رو تمیز میکنه و چربی‌های پوست رو برمی‌داره، ولی نمیذاره پوست حالت قلیایی پیدا کنه، حالت اسیدی رو حفظ میکنه تا پوست شما جوش نزنه. از این مبحث خارج میشیم. پس دلیل اصلی ترشح چربی از منافذ پوست شما یا منافذ باز پوست شما به خاطر در اصل حفظ آب پوست شما و جلوگیری از فعالیت باکتری های فرصت طلب هستش. آیا منافذ باز پوست رو میشه بست؟ اگه یک نگاه توی یوتیوب بندازین، ویدیوهای فارسی زبانهایی که در حیطه پوست و مو کار میکنن، شاید این جمله رو زیاد شنیدین: درمان منافذ باز پوست، بسته شدن منافذ باز پوست برای همیشه، نجات پیدا کردن از منافذ باز پوست برای همیشه. مگه منافذ باز پوست شما بسته میشه؟ این تقریبا غیر ممکن هست. و پس این منافذ هست و شما نمیتونین طی هیچ روش این منافذ رو ببندین. میدونین برای چی دارم اینو میگم؟ حالا فرض کنین که فرض غیر ممکن رو دارم صحبت میکنم، بسته میشه. این منافذ بسته بشه، کافیه که بعد از 24 ساعت شما جلوی آینه برین و صورت خودتون رو نگاه کنین، دقیقا ترک ترک، تیکه تیکه و پوسته پوسته خواهد شد. پس این منافذ مفید هستن و باید باشن. آیا با استفاده از یخ که این همه پیشنهاد میشه توسط من اسم اینها رو گذاشتم پروفسورها، پروفسورهای پوست، چه کاری میکنه این یخ برای صورت شما؟ این فقط کمک میکنه که مویرک های پوست در ناحیه نزدیک به پوست خارجی شما، مویرک ها یک حالت انقباض پیدا میکنن، خونرسانی به منطقه پوست کاهش پیدا میکنه و وقتی که شما یخ رو از روی صورتتون ور میدارین، بعد از 10 دقیقه بدن شما نمیتونه تحمل کنه دمای مثلا یخی که مثلا
پوست شما رو درجهش رو به 35 درجه رسونده. از مغز فرمان میگیره، دستور میده، عروق گشاد میشه و خون رسانی به پوست زیاد میشه و بعد از 10 دقیقه از استفاده از یخ در اصل مویک ها گشاد میشن، خون رسانی میشه و پوست دوباره به حالت عادی برمیگرده، یعنی 37 درجه. یعنی این کار یک کار بیهوده است. آیا فکر میکنین که با استفاده از یخ پوست شما محکم و ترد و جوان میشه؟ نه، هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. لطفا وقت خودتون رو با این کارها هدر ندین و هیچ فایده نداره. اما بریم رو سر وقت منافذ باز پوست. چرا وقتی جوان بودیم این منافذ دیده نمیشد، اما حالا که مثلا یه خورده پا به سن گذاشتیم این مشکل داره خیلی خودش رو بد و منظری خیلی بدی داره، مثل این چیزهایی که توی عکس ها شما همیشه دیدین و شما وقتی که میرین جلوی آینه و خودتون رو میبینین شاید براتون خوشایند نباشه. حالا براتون توضیح میدم که چرا این اتفاق میفته. این منافذ باز پوست شما برای سلامتیتون مشکلی داره؟ نه، هیچ تهدیدی برای سلامتی شما نیست، اما همونطور که گفتم از نظر زیبایی خب یک سری اشکالات داره و میخوام علت بزرگ شدنش رو بگم. یکی ترشح بیش از اندازه چربی هست، یکی از مهمترین اونها اشعه نور خورشید هست که تأثیر میذاره و در اصل یک جور تحریک هست برای ترشح بیشتر چربی و باز شدن و بزرگ شدن این منافذ. اما یک علت دیگه‌اش وقتی که پوست سطح پوست شما سلول‌های مرده هست روی این منافذ قرار میگیره و انگار تنفس پوست شما رو متوقف میکنه. این یک اصطلاح هست، اوکی؟ و این منافذ شروع میکنن برای دفاع از خودشون بزرگتر میشن برای اینکه بتونن تنفس کنن و حالت راحتی داشته باشن، اون مویی که در حال رشد به راحتی بتونه خارج بشه و این باعث بزرگ شدن و به اصطلاح باز شدن و یک منظره ناخوشایندی رو بده. و همون چیزی که اصطلاحاً بهش گفته میشه پوست پرتقالی. این مسئله در کسانی که جوش‌های صورت دارن و دائم در حال مراقبت‌های خاص توسط درماتولوژیست‌ها هستن، این منافذ بیشتر دیده میشه. خب همونطور که بهتون گفتم آسیب ناشی از نور خورشید، آلودگی محیط خیلی مهم هست. برای همین هست که میگم وقتی که شب به خونه میایین حتما با صورتتون رو بشورید، چون این آلودگی ها و که روی این منافذ باز میشینه و یا سلول های مرده سطح پوستتون که اینها این منافذ رو انگار یک جوری درگیر میکنه، میبنده و با این عوامل باعث گشاد شدن این منافذ میشه. و آخرینش که میتونم بگم کمبود ویتامین آ هستش، که این خروج چربی و بزرگ شدن منافذ در مردان خیلی بیشتر به ظهور پیدا میکنه و خیلی بزرگتر هست این منافذ در آقایون نسبت به خانم ها برای به خاطر اون ترشح چربی بیش از اندازه. و حالا میریم سر وقت درمان. آیا راهی وجود داره منافذ بسته بشه؟ تو اول ویدیو بهتون گفتم که نه، راهی وجود نداره، اما میتونیم این منافذ رو کوچک کنیم، اون هم از طریق لایه بردارها میتونیم این کار رو بکنیم. که اگه از لایه بردارهای عمیق مثل ماسک سالیسیلیک اسید استفاده کنید خیلی کمک کننده است و همینطور از محصولات خانوادی رتینول که کار لایه برداری رو انجام میده. ولی هیچ وقت نترسین در استفاده از این محصولات، به خاطر اینکه وقتی لایه برداری میشه شاید شما در مراحل اولیه وقتی به تو صورتتون رو تو آینه نگاه کنین بگین ببین منافذ به جایی که کوچکتر بشه بزرگتر شده. آره بزرگتر میشه، در ظاهر بزرگتر میشه، ولی وقتی سلول های پوستی فعالیتشون رو شروع میکنن، اکتیف میشن و بازسازی میکنن خودشون رو، کم کم این منافذ تا حدودی کوچیک میشه. بهترین اونها میتونم از ماسک اسید سالیسیلیک بهتون بگم که در اصل از گروه بتا هیدروکسی اسید ها هستن، لایه برداری های عمیق پوستی رو انجام میده و میتونه که به مرور به شما کمک کنه. اما در کنارش این ماسک ماره کمپانی دئوردنی هستش، این BHA لایه بردار از خانواده دئوردنی هم که خیلی وقت در موردش باهاتون شما عزیزان صحبت کردم، این هم هستش، خیلی خوب هست و کمک کننده هستش.
سوال بعدی که آیا ماسک‌های خونگی در این مسئله کمک می‌کنه؟ تقریبا 99% ماسک‌های خونگی جواب نمیده به این مشکل این منافذ و 1% ممکنه جواب بده، ولی به قدر پروسه طولانی داره که دیگر فکر میکنم دیگه در حوصله یک شخص نیست که بتونه این همه مدت تحمل کنه، بزنه بره جلوی آینه ببینه وای نتیجه نداد، 2 سال 3 سال خیلی طول میکشه. به خاطر همین یک راه دیگر رو گذاشتن درماتولوژیست ها که از روش لیزر هستش. لیزر خیلی تخصصی هست، من بعد یک نوت کوچیک برداشتم براتون توضیح بدم که در اصل یک فرکانس رادیو هست و دستگاه اولتراسون که با انرژی گرمایی و همون اولتراسون روی پوست قرار میگیره، یکی از جدیدترین و قوی ترین شیوه های درمان هست و تاثیرش بر روی کلاژن هست و اطراف دهانه منافذ باز که اون خاصیت کششی و در از الاستین پوست رو تقویت میکنه و وقتی که این الاستین پوست که به علت پیری اون حالت اولیه خودش رو از دست داده بازسازی میشه و فکر بکنین یک کش شل که حالا تحت تاثیر لیزر قرار گرفته و برگشته به اون حالت اولش، جمع میشه پوست و این منافذ کوچیک میشه. این یکی هستش که در حال حاضر درمولوژیست ها از این روش استفاده میکنن و دیگه یکی دیگه هم دستگاه آندولیفت هست که برای منافذ باز استفاده میشه، این هم با امواج اولتراسوند هستش و با انرژی و فرکانس مشخص در موزه و اینکه به روی لایه های عمیق پوست تاثیر میذاره و کار خودش رو انجام میده و یک حالت با ایجاد حرارت هم هستش و سبب کشیدگی و در از اون چیزی که شما خانم ها خیلی دوست دارین، لیفت صورت و تحریک کلاژن سازی و تا حدودی ترشح چربی بیش از حد پوست صورت رو هم کنترل میکنه. اما اینکه شما تحت درمان مثلا با لایه بردارها هستین، میتونید در کنارش از یک سری سرم ها استفاده کنین که در از ترشح چربی رو شدتش رو کاهش بده و کمک کننده باشه. اما در کنارش این تکنیک های جدید با لیزر خیلی به این مسئله کمک کرده و چربی بیش از حد رو ترشحش رو هم جلوش رو میگیره. از روش های دیگه درمان با میکرو نیدلینگ هست، همون چیزی که تقریبا یک سال پیش خیلی مد شده بود، یه سوزن هایی بود رو صورت میکشیدن در از پوست رو زخم میکردن و بعدش صورت بازسازی میکرد و درمان میشد. متاسفانه درماتولوژیست ها به نتیجه رسیدن که تقریبا 10% این مسئله جواب میده و نباید در خونه انجام بشه، چون در اصل ما داریم سد دفاعی پوست رو ور میداریم و آسیب بهش میرسونیم، مستعد عفونت های پوستی هست، خیلی خطرناک هستش. پس من اصلا بهتون پیشنهاد نمیدم که این کار رو در خونه انجام بدیم. تقریبا تمام نکات رو براتون گفتم. میتونین از لایه بردارها استفاده کنین، یک دوره 6 ماهه و من به شما قول خواهم داد که منافذ پوست صورت شما به مرور کوچیک میشه. اما روش های لیزر روش هایی هست که خیلی سریع و با چندین جلسه شما نتیجه رو در روی صورت خودتون میبینین. متاسفانه هزینه ها بالا هست، به خصوص در کشورهای اروپایی میدونم خیلی بالا هست و این بستگی به خود شما داره. در انتهای این ویدیو میگم که منافذ باز صورت شما بسته نمیشه، این تقریبا غیر ممکن هستش و فکر میکنم که ویدیوی امروز تموم شد. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. سوالاتتون رو مطرح کنین، نظرتون رو بگین، اگه نظری ندارین هرچی دوست داشتین زیر ویدیوها بنویسین. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتونم باشین. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.